وحشت رژیم از کانون‌های شورشی. اعتراف متکی به عملیات تروریستی علیه مجاهدین در خاک پاکستان. رویترز، حملات سایبری کشورهای خارجی علیه اعضای پارلمان استرالیا. علی قاسمیان، یک کارشناس رژیم، در مصاحبه با روزنامه حکومتی وطن امروز وحشت حکومت آخوندی را از کانون‌های شورشی به نمایش گذاشت و گفت امروز مجاهدین از طریق شبکه‌های اجتماعی سعی در ارتباطگیری با نسل جوان و نوجوان ما دارند. از طریق وعده‌های دروغ اقامت در خارج از ایران و امثال اینها افراد را فریب داده و از آنها می‌خواهند در یک کوچه خلوت تابلوی را به دست بگیرند که مثلا عکس سران مجاهدین روی آن است یا شعاری علیه نظام و با نام بردن از مجاهدین روی آن نوشته شده است. اسم این کار را هم گذاشتند کانون‌های شورشی. منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین رژیم، به عملیات تروریستی علیه مجاهدین در خاک پاکستان در سال 66 اعتراف کرد. وی طی پیامی با اشاره به کشته شدن عده‌ای از پاسداران رژیم در مرز پاکستان به این کشور هشدار داد و نوشت در دوره ضیاءالحق مجاهدین در پاکستان مستقر شده و اقدامات ایزایی داشتند که با ورود نیروهای نظامی امنیتی و انهدام مقرهایشان ریشه‌کن شدند. تظاهرات ایرانیان آزاده در آلمان علیه حضور جواد ظریف در کنفرانس امنیتی مونیخ مورد توجه رسانه‌های جهان قرار گرفت. تلویزیون القد گفت در خارج سالن کنفرانس امنیتی مونیخ تظاهراتی برگزار شد. تظاهرکنندگان برای محکومیت شرکت وزیر خارجه رژیم ایران در اجلاس مونیخ تظاهرات کردند و خواهان فشار بر رژیم ایران شدند. موسی افشار به تلویزیون القد گفت رژیم ایران منبع تروریسم و ناامنی در منطقه است. به این دلیل ایرانی‌ها خواهان اخراج عوامل رژیم ایران و به طور ویژه شبه نظامیان نیروی قدس این رژیم هستند. مصار المقام الایرانی اليوم لمطالبه مؤتمر ميونخ الامني اولا بطرد الارهابي جواد ظریف. أقف هنا حيث أمام مقر المؤتمر الرئيسي في ميونخ حيث يتظاهر المئات من أفراد المعارضة الإيرانية هنا في ألبانيا وفي أوروبا الذين تجمعوا من أجل إرسال رسالة للمجتمعين أن لا حق لظريف بتمثيل الشعب الإيراني في هذا المؤتمر. هناك مطالبة. سكاي نيوز در گزارشی از تظاهرات مقاومت ایران در آلمان در اعتراض به حضور وزیر خارجه رژیم آخوندی در اجلاس مونیخ گزارش داد صدها تن از افراد اپوزیسیون ایران تظاهرات کردند تا به شرکت کنندگان در کنفرانس این پیام را برسانند که ظریف هیچ حقی ندارد که به عنوان نماینده مردم ایران در این کنفرانس شرکت کند. آنان خواستار اخراج هیئت رژیم از این کنفرانس شدند. المعارضين في الداخل الايراني وهذه رساله من قبل المتظاهرون هنا في مدينه ميونخ. العین الاخباریه در گزارشی از تظاهرات مقاومت ایران در مونیخ گزارش داد صدها تن از مخالفان ایرانی روز یکشنبه در شهر مونیخ آلمان در اعتراض به حضور جواد ظریف وزیر خارجه تهران در کنفرانس مونیخ تجمع کردند و به خاطر حمایت رژیم از تروریسم بین‌المللی خواهان اخراج او شدند. اسکات موریسیون، نخست وزیر استرالیا، روز دوشنبه گفت یک حمله سایبری علیه قانونگذاران استرالیایی و شبکه‌های احزاب اصلی سیاسی این کشور توسط دولت‌های خارجی انجام شده است. وی به پارلمان گفت کارشناسان سایبری ما می‌گویند که بازیگران پیچیده کشورهای خارجی مسئول این فعالیت شریرانه بودند. خبرگزاری رویترز با مخابره این خبر افزود تحلیلگران می‌گویند به احتمال زیاد چین، روسیه و رژیم ایران مرتکبان این حمله سایبری هستند.